یک شنبه 22 خرداد ماه 1390، جنبش سبز در دومین سالگرد کودتای انتخاباتی 88 یک بار دیگر به خیابان‌ها می‌آید تا صدای اعتراض مسالمت‌آمیز خود را به گوش رهبران جمهوری اسلامی برساند. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با احمد سلامتیان، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از پاریس. جناب سلامتیان، فکر می‌کنید راهپیمایی 22 خرداد چه نقشی در آینده جنبش خواهد داشت و اصولاً دلایل اصلی برگزاری یک همچین راهپیمایی در این تاریخ چه هست؟ حق طبیعی افرادی که در یک زمانی در نظامی که اون نظام مدعی است مراجعه به آراء عمومی میکنه رأی داده اند، در سالگرد رأیی که دادن که نشان دهنده بروز اجتماع همگانیشون با هم بوده و نشان دهنده یک حضورشون در صحنه سیاسی کشور بوده و در سال و روز حضوری که به دنبال رأیشون برای حفظ حق رأی خودشون تظاهرات کردن بروز کرده، بخوان باز دور همدیگه جمع بشن، حق طبیعی است. حد اقلش اگر حاکمیت ایران که خودش اذعان کرده 13 میلیون نفر به آقای موسوی رأی داده بودند در آن انتخابات، اون 13 میلیون باشند، حداقل این حق رو دارن که در سال روز رأی خودشون دور همدیگه جمع بشن، اجتماع بکنند. این که حکومت این حق رو از اونها سلب میکنه و اجازه اجتماع به اونها نمیده، نشاندهنده شکست سیاسی اساسی حکومت در ارتباط با پذیراندن نتایج آراء دو سال قبل به آراء عمومی است. ببینید، در امروز جنبش سبز طرفدارانش، کسانی که نسبت به اعلام نتایج انتخابات خرداد 1388 تردید داشتند و معترض بودند، تحت انواع فشارها در حکومت هستند. هیچ امکان بروز دور هم جمع شدن تظاهرات کردن رو حکومت براشون باقی نگذاشته. مسالمت آمیز ترین گرد هم جمع شدنشون حتی برای تشییع جنازه شخصی مثل عزت صحابی و دخترش به اون سرنوشت دچار میشه. چرا اینجوری حکومت اکسل عملشون میده؟ چون میدونه از نقطه نظر سیاسی استدلال هایی که علیه جنبش سبز به شکل تبلیغاتی و اتهام پراکنی زده برد نداشته. بدنه جامعه امروز بسیار آماده تر از دو سال قبل برای تکرار همان رأی خودش است. در اردوگاه مقابل چطور؟ اونها امکان گرفتن جشن و سالگرد پیروزی انتخاباتشون رو ندارن؟ چرا تا حالا این کار رو اونها نکردند؟ حالا در اردوگاه مقابل همه امکانات رو داره. امکان ترتیب دادن تظاهرات برای جشن گرفتن پیروزی خودش رو در 22 خرداد دو سال قبل داره. اگه فراموش نکرده باشید، حتی به 48 ساعت مهلت نداد نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان تایید بشه و رهبر و رئیس جمهور هنوز برای بار دوم انتخاب نشده، تظاهرات برگزار کردن در میدان ولیعصر. چی شده که امروز اونها دنبال برگزار کردن مراسمی به عنوان سالگرد انتخابات آقای احمدی نژاد برای دور دوم نیستند؟ مثل اینکه کلیه کسانی که در اون زمان پرچمداران اون چیزی بودند که پیروزی بزرگ خودشون میدانستند، امروز از نتیجه پیروزیشون شرمندند. اما مشکل اونها مشکل امکانات داشتن یا نداشتن نیست. همه امکانات دارشون بازه. رادیو دارن، تلویزیون دارن، تبلیغات دارن، خیابون رو میتونن ببندن، نیرو میتونن به اتوبوس از سر تا سر کشور بیارن. یک مسئله اصلی و اساسی که اون گوهر سیاسی اقبال عمومی رو ندارن. تا اونجایی ندارند و تا اونجایی حتی انشقاق و تلاشی در درون اردوگاه خودشون افتاده که امروز
سالگرد اون پیروزی انتخابات خودشون هم نمیتونن جشن بگیرن. تقابل این دو رفتار خودش نشون دهنده اینه که پیروز واقعی انتخابات سال 1388 مردمی بودند که معترضین نتایجی هستند که از این انتخابات بیان شده. امروز بیش از هر زمان دیگه اون معترضین در پهنه اجتماعی، سیاسی، فردی خودشون علی‌رغم همه تضییقات یک پارچند و امروز قدرت و اقتدار سیاسی واقعی در داخل کشور ایران در اون اردوگاه، قدرت اسلحه و سرکوب در این اردوگاه. اما حتی دستگاه سرکوب مواجه با چنین مشکلی است که به نظر من برای توجیه این سرکوبی که در ظرف 24 ماه جز قوی‌تر کردن ریشه ها و گسترش اون جنبش اعتراضی کار دیگری نکرده و درون خودش رو هم تکه تکه کرده دیگه نمیتونه توجیه بکنه. برای توجیه کردن این مسئله احتیاج به این داره که با سرمایه گذاری در میدان کینه و نفرت و با بذر پاشیدن در زمین نفرت به هر قیمتی هست این جنبش مسالمت‌آمیز مدنی پرتوان سیاسی و تاریخی رو به میدان خشونت بکشانه. خب فکر میکنید نقش مردم برای جلوگیری از این ظهور و بروز کینه و نفرتی که حاکمیت به دنبالشه در جامعه در تظاهرات 22 خرداد چی هست؟ همین رفتار حکومت در مثالی که براتون زدم بهترین دلیل قوت و قدرت جنبش اعتراضی است. جنبشی که قویست و قدرت داره سرنوشت خودش رو در کشمکش یک روز تعیین نمی‌کنه. احتیاجی به متحد شدن با ابزار خشونت و این قدرت و این قدرت خارج از قدرت مردم نداره. با تأنی، با اطمینان خاطر، با آرامش خودش هست که سرکوب رو ناگزیر میکنه که آری از توانایی تاریخی بودن خودش رو بروز بده. من فکر میکنم تا این اندازه شعور و وجدان اجتماعی در کشور ما گسترش پیدا کرده که مردم در پهنه وسیع اجتماعی خودشون متوجه باشند و متوجه هستند که اعلام حضور کردنشون همان اندازه اهمیت داره که بهانه ندادنشون به دست دشمنی که دنبال خشونت ایجاد کردنه.